درود بر شما، این پشبند تیرکسه. اول از همه یک عذرخواهی کنیم برای اشتباهی که پیش اومده بود. شما که غریبه نیستید، ما کارمون خیلی زیاده. درسته 9 نفریم، اما تعداد زیادی ویدیو در روز تولید میکنیم. برای همین ممکنه یه موقع اشتباه بشه، اونم تو متن. ما اشتباهی گفتیم که ترایسراتاپس گوشخاره و این اشتباه بود، در صورتی که علفخاره. خیلی باید ببخشید. اما مطلب دیگه‌ای که می‌خوایم بگیم و شما خواستید در مورد دست‌های تیرکس بود. خیلی‌ها پرسیدین این دست‌ها جریانش چیه؟ باید بگیم که دانشمندان معتقدن که فرگشت باعث شده دست‌های این کوچیک بشه، چون در درگیری‌هایی که می‌کرده ممکن بوده دشمن دستشو بگیره. برای همین این در طول میلیون‌ها سال دستشو می‌داده تو و همینطور هی کوچک‌تر شده. این دست‌ها هیچ استفاده‌ای نداشته به غیر از موقع جفت‌گیری که استفاده می‌کرده. به غیر از جفتگیری این دستا به جز مزاحمت براش چیزی نداشته. بعضیا میپرسن چطوری از استخونا فهمیدن که این چه شکلی بوده، پوستش چطوری بوده، چه اخلاقایی داشته. بایستی بگیم که علم در این موارد خیلی پیشرفت کرده. دانشمندان با آزمایش‌های مختلف میتونن همه چی رو تخمین بزنن، ولی بعضی مطالبو هنوز 100% نمیتونن مطمئن بشن، مثل پوست دایناسورها. بعضیا میگن مثل ماهی فلس داشته، بعضیا میگن مثل مرغ پر داشته، بعضیا هم میگن مثل تمساح و کروکودیل یک پوست خشنی داشته مثل همینی که میبینید، اما اندازه و وزنش قابل استناده. بعضی از دوستان میگن شما اشتباه میگین، این خیلی هم باهوش بوده، چون تو بعضی فیلم ها باهوش نشونش میدن. ولی اینطور نیست، اونا فیلمه. تو دایناسورها باهوشترینشون رپتور بوده که کلیپش هم تو آنتن ساختیم، اونو میتونیم بگیم باهوش بوده. بعضی از شما کامنت دادین که خطرناکترین دایناسور کدوم بوده. همین ایشون بوده، تایرانوسورس رکس. خطرناکتر از این نداریم. بعضی ها میگن اسپایناسورس از این قوی تر بوده، اینم مثل اون خطرناک بوده، اما اون خطرناک تر بوده. از دستاش هم میتونی بفهمی این دستای بزرگتری داره. دانشمندان تخمین میزنن که این مثل تیرکس بی کله حمله نمیکرد. امیدوارم پاسخ سوالاتونو گرفته باشید.